بسم الله الرحمن الرحیم حضرت مهدی به عنوان دوازدهمین و آخرین جانشین پیامبر اسلام در سال 255 هجری قمری به دنیا آمد. الان که سال 1445 هجری قمری هست میشه حدود 1190 سال که ایشون در قید حیات هستند و زنده هستند. و عمر شریفشون نزدیک 1200 سال میشه خب ممکنه این سوال پیش بیاد برای برخی افراد که چطور مگه امکان داره یک انسانی چنین عمر طولانی داشته باشه در جواب این سوال به سه تا نکته میخوایم اشاره بکنیم نکته اول اینکه از نظر عقلی و از نظر علمی طول عمر انسان به این مقدار و خیلی بیشتر هم امکان داره و محال نیست از نظر علوم تجربی هم ثابت شده که انسان میتونه عمر خیلی طولانی داشته باشه یک ژنهایی کشف شدن که اینها میتونن سلول های بیمار رو ترمیم بکنن اصلاح بکنن و مرگ مثل بیماری های دیگر هست که با شناخت علل و عواملش میتونه به تأخیر انداخته بشه اگر بهداشت مناسب تغذیه مناسب باشه و اون موانع زندگی انسان کنار بره انسان میتونه عمر زیادی داشته باشه این نکته هم. نکته دوم این که ما در طول تاریخ هم میبینیم که انسان هایی بودن که عمر زیادی داشتن و بهترین دلیل برای اینکه یک شیء امکان داره و محال نیست اینی که می‌بینید قبلا واقع شده خب مثلا حضرت نوح فقط 950 سال در بین قومش اونها رو دعوت کرده عمر اون حضرت تا حدود 2500 سال هم بیان شده در سوره انکبوت آیه 14 در قرآن خداوند می‌فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلب خفیهم الف سنت الا خمسین اما. یعنی حضرت نوح رو ما فرستادیم به سوی قومش و 950 سال در میان اونها بود حضرت یونس وقتی که به شکم ماهی افتاد تسبیح خداوند گفت و خداوند در سوره مبارکه صافات آیه 143 و 144 میفرماید فلولا انه کان من المسبحین لبث في بطنه الى یوم یبعثون یعنی اگر حضرت یونس اونجا تسبیح خداوند رو نمی گفت تا روز قیامت در شکم ماهی باقی میمون پس یعنی انسان میتونه تا این مقدار عمر بکنه در کتاب تورات و در کتاب انجیل هم صحبت از طول عمر انسانه و افرادی نام برده شدن که اینها عمرهای طولانی داشت 500 سال 800 سال 1000 سال حتی کتاب نوشته شده به نام المعمرون یعنی افرادی که عمر زیادی داشتن مثلا ابو حاتم سجستانی هشام ابن صائب کلبی اینا کتابی به نام المعمرون دارن و نکته سوم و نکته مهم و اصلی اینه که خداوند قدرتش نامحدوده ان الله علی کل شیء قدیر خدا هر کاری رو که بخواد میتونه انجام بده خداوندی که عالم با این عظمت رو خلق کرده که دانشمندان تخمین میزنند که بیش از 100 میلیارد کهکشان در این عالم هست یکی از اون کهکشان ها کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در اون قرار داره که میگن که بین 100 میلیارد تا 400 میلیارد ستاره در این کهکشان راه شیری فقط هست خب خدایی که این همه عظمت داره خداوندی که از اون طرف موجودات بسیار ریز رو خلق کرده که با ذره بین و میکروسکوپ فقط دیده میشه خدایی که این همه قدرت داره آیا نمیتونه حضرت مهدی رو که به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر هست و در روی زمین هست عمر طولانی بش بده حضرت عزیدی که از پیغمبرای خداست از کنار یک روستا ایرت می میشد که ویران شده بود و مردم مرده بودند سوال کرد که خدایا چگونه این مردم رو دوباره زنده میکنی خداوند او رو میران و 100 سال بعد دوباره زندش کرد و پرسید که خب عزید تو چقدر اینجا درنگ کردی گفت یه روز یا یه نصف روز اینجا خوابیده بودم خدا فرمود نه تو 100 سال اینجا مرده بودی و بعد فرمود نگاه کن ببین غذا و آبی که همراه داشتی تغییر نکرده خب خداوندی که یک غذایی که در عرض یک روز دو روز فاسد میشه صد سال بدون تغییر نگه میداره خب آیا خداوند نمیتواند حضرت مهدی رو به عنوان برجسته ترین انسان عمر طولانی بهش بده پس حضرت مهدی به عنوان جانشین پیغمبر اکرم عمر طولانی داره و در اون روزی که خداوند به او اجازه بده قیام میکنه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته